بسم الله الرحمن الرحیم ارزه سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی خب بعد از طوفان الاقصا که الان در ماه ششم به سر میبریم یکی از شگفتی های دنیا یمنی ها بودن یعنی آوازه یمنی ها در کل دنیا پیچیده اونم به خاطر تقابل با آمریکا و اسقاطیل و انگلیس تو این منطقه است دریای سرخ و خلیج عدن اما هرچی اومدیم جلوتر شگفتی ها بیشتر و بیشتر شده تا اینکه یمنی ها یک موشک مافوق صوت و هایپرسونیک با سرعت ده هزار کیلومتر یعنی 6200 ماخ رونمایی کردن سه ماه طول کشیده این رو آزمایش کنن و قدرت تخریبش رو دو برابر کنن حالا از اینجا تا دماغه نیک که اینجا دارید میبینید که ها به این خیلی امید داشتن که بیان کالاها رو از اینجا رد کنن کشتیاشون مسیر امنی داشته باشه خب تو همین مدتی هم که یمنی ها در این منطقه یه مقدار نقشه عوض شده در منطقه خلیج عدن و دریای سرخ ها رو مورد عنایت قرار دادن خب اینها مجبور بودن کشتیهاشون رو بیارن از این فاصله عبور بدن ده تا چهارده روز طولانی تر می شد این مسیر حالا اینا امیدوار بودن که خب این مسیر ادامه داشته باشه بتونن کارشون رو انجام بدن یمن بعد از رونمایی از این موشک هایپرسونیک گفته آقا از اسقاطیل تا خود دماغه امیدنیک در تیررس موشک های یمنی هست حالا این رو یمنی ها مدیون کی هم؟ خب همه تو می دونید دیگه جمهوری اسلامی وقتی ما می گفتیم یمن دست برتر جمهوری اسلامی در تقابل با استکبار غرب هست این روزها رو میدیدیم و شاید از این عجیب رو هم رونمایی کنن یعنی این اول کار باشه که موشک های هایپرسونیک یمن شروعی برای رونمایی از دستاوردهای جدیدی باشه که حالا یه بخشیش هم ظاهرا توی سوریه قرار تو حوزه پدافند به کارگیری بشه چون اسقاطیلیا دارن سویچ میکنن به سمت لبنان و حزب الله و یمن تقریبا میشه گفت که هماهنگ دارن کار رو پیش میبرن برای اینکه اسقاطیلی ها رو در اونجا هم زمینگیر بکنن چون فشار اقتصادی که یمن داره به اسکاتیلی میاره در طوفان الاقصا خب به شدت اونها رو زیر ضرب برده به خاطر همین بود که اونها دیگه حتی توان اوورحال جنگنده هاشون رو نداشتن توان ادامه جنگ در غزه رو نداشتن به خاطر مسائل اقتصادی به خاطر اون ضربه روحی روانی که به نیروهاشون خورده بود شما میدونید یه بخشی از نیروهای اسقاطیلی نیروهای ذخیره هستن اینا کسایی هستن که میتونن شهروند عادی باشن کسب با و کارشو ول کرده اومده مثلا به کمک ارتش توی جنگ شرکت کرده خب وقتی اینا برمیگردن با نیروهای دیگه جایگزین میشن تو حوزه اقتصادی هم ضربه میخورن تو حوزه روحی و روانی هم ضربه میخورن امنیت جانی و روانی ندارن خب به شدت فشارها رو زیاد میکنه شما شاهد عقب نشینی اینا از غزه هستی علاوه هم که به دنبال آتش بسن تو غزه چرا سویش میکنن به سمت لبنان یه سوال دیگه اگر اینا از جنگ خسته شدن اگر توانش رو ندارن آی وطن دوست این با ادعای شما در تناقضه پس اینا چرا رفتن سمت لبنان اگر خاطرتون باشه بهتون گفتم اینا به خاطر فرار از فضاحت غزه چون یک به بار آوردن درست اونجا رو بمباران کردن آسیب زیاد زدن زیر ساختای غزه رو از بین بردن اما هیمنه اسقاطیل شکسته شد یعنی اون عملیات هفت اکتبر یک ضربه بر پیکره اسقاطیل بود اون هیمنه ها رو در هم شکست که دیگه نتونن سر بلند کنن چون اینها به واسطه همین اظهار قدرتشون سلاح می فرختن. یکی از سیاست های کسیف اینا دقیقا همینه دیگه میگن آقا ببین مثلا چه پدافندی داریم همین رو یه دستاورد میدونن قالب میکنن به بقیه یا آمریکایی ها میان مثلا تو منطقه ما جنگ افروزی میکنن بعد سلاح میفروشن مثلا به عربستان سعودی خب اینا تا این کارو نکنن که نمیتونن سلاح بفروشن اسقاطی هم دقیقا همین کارو میخواستن کنن خب در طوفان الاقصا این هیمنه پوشالی شکست یعنی بزرگترین ضربه طوفان الاقصا به اسقاطیلی ها همین بود که اونها رو بی کرد در کنار این مشکلات اقتصادی هم که در طول این جنگ بر اینها تحمیل شده فضاحت رو دوچندان میکنه برای همین از دو ماه پیش ما گفتیم که اینها از غزه سویچ میکنن به سمت لبنان که یا اگر به آتش رسیدن به توافق دائم رسیدن که هیچ اگر نرسیدن سویچ میکنن به سمت لبنان برای اینکه نه جنگ نه صلح رو در غزه پیاده بکنن و خودشون هم میدونن که حریف لبنان نخواهند شد حزب الله حزب الله قبلی نیست الانم که وزیر دفاع ما ظاهرا اعلام کرده که پدافند هوایی سوریه هم داره تقویت میشه بنابراین فشارها به اسکاتیل در این منطقه بیشتر از غزه خواهد بود توی غزه فشار نظامی شما نمیتونستی وارد بکنی فشار سیاسی بود از اون طرف مناطق شمالی در سرزمین های اشغالی خب مورد ضرب حزب بود از جنوبم یمن اما رو خود غزه هیچ تسلطی نبود اما اینجا در این منطقه وقتی با حزب بخواد درگیر بشه پدافند هوایی سوریه هم تقویت بشه یعنی میخواد بیاد به کمک حزب الله از طرفی یمن هم اعلام کرده از خود اسقاطیل تا دماغه امید نیک هم در معرض عنایت قرار دادن موشک های هایپرسونیکه یعنی به نوعی تمام راه های منتهی به اسقاطیل رو با این موشک هایپرسونیک جدید اینها تحت شعا قرار میدن و در معرض تهدیده و نکته که اینجا وجود داره یک آبروریزی بزرگ برای آمریکا و انگلیسه که با حضور در دریای سرخ و خلیج عدن قصد داشتن یمن رو منزوی کنن و از بار فشاری که یمنی ها روی اسکاتیل می کم کنن نه تنها این اتفاق نیفتاد که یمنی ها در مرحله بعد از کشتی های و به مقصد اسکاتیل یه پله بالاتر اومدن کشتی های آمریکایی و اسکاتیلی در این منطقه رو هم مورد عنایت قرار دادن ناوهاشون رو زدن پهپاداشون رو ساقط کردن حالا دوباره یه مرحله رفتن بالاتر میگن تمام کشتی هایی که بخواد از شرق آسیا بیاد عبور کنه بیاد از این منطقه رد بشه که بیاد آفریقا رو دور بزنه از نیک بره بالا اینجا هم تحت پوشش ماست میزنیم یعنی علاوه بر تهدید اسقاطیل یک آبروریزی برای آمریکایی ها رقم خورده اما حالا سوال اینجاست جمهوری اسلامی تونسته یمن رو جوری تجهیز بکنه که مستکبرین عالم رو به زانو درآورده چرا برخی همسایگان ما شل زن و برای تأمین امنیت خودشون دست به دامن آمریکایی میشن که یمن زمینگیرش کرده یعنی اگر مثلا سعودی ها یا اماراتی ها میخواستن امنیت خودشون رو تأمین بکنن بهتر نبود که دست دراز کنن سمت جمهوری اسلامی یعنی از این امکاناتی که جمهوری اسلامی فراهم کرده زیرساختهایی هایی که داره و توانمندی که در تولید به هر حال تجهیزات نظامی به دست آورده از این استفاده بکنن چرا پول های خودشون رو دارن میدن به آمریکایی که اون آمریکا در مقابل یک یمن نتونسته قد علم بکنه خیلی نکته است ببین شاید الان شما بیاید بگید مثلا بندر هدیده رو ده بار زدن صنعا رو این کارو کردن مثلا فلان جا رو زدن اما واقعا خندهدار این رو یک دستاورد ببینیم چرا چون آمریکا میگه ارتش اول دنیا منم عبر قدرت منم اصلا دنیا باید با نظر من بچرخه. حالا همون آمریکا اینجا زمینگیر شده نه تنها نتونست جلوی حمله به کشتی های اسکاتری رو بگیره کشتی های خودش و اون کسی که در اعتلاف با آمریکا بود یعنی انگلیسی ها کشتی های هم داره زده میشه و از اون فراتر کشتی هایی که از این به بعد میخوان از مقاصد دیگه هم بکنن یه جوره زیر ضرب یمنی ها هستن به خاطر وجود همین موشک های هایپرسونیک هم بردش بیشتر از قبلی هست، هم قدرت تخریبش بیشتره و هم تکنولوژی روزه که حالا طبق چیزی که عبدالملک بدردین حوسی گفت ظاهرا چند تا کشور بیشتر این تکنولوژی رو ندارن آمریکا یا برای اینکه فشارشون کمتر بشه اومدن این رو تکذیب کردن گفتن نه همچین چیزی نیست یمن دستیابی به موشک های پرسونیک نداشته و فلان و اینها خب اینا همونایی هستن که وقتی یمن کشتیشون و ناوشون و اینا رو اینا هم گفتن نه اتفاق خاصی نیفتاده دو روز بعد یمنی ها فیلمشو میدادن بیرون برعکس ادعا میکردن که ما مثلا انبار تجهیزات و تسلیحات یمنیها رو زدیم اما معلوم شد که مثلا به انبار کاه زدن خب وقتی ما این سابقه کذاب بودن آمریکایی ها رو داریم و سابقه صداقت یمنی ها رو داریم اینجا هم میگیم بله موشک هایپرسونیک داره و اون هم مرهون حمایت های جمهوری اسلامی هست جمهوری اسلامی الان داره تو منطقه آقایی میکنه حالا درسته به مسائل اقتصادی ما انتقاد داریم دوست داریم وضع مردم بهتر بشه در داخل اما در حوزه نظامی و سیاست خارجه خصوصا تو منطقه بسیار عالی عمل کرده یعنی میدان و دیپلماسی به کمک هم اومدن ما تونستیم اینها رو کنترل بکنیم و الان یمن دیگه دست بردار نیست تا زمانی که بحث قزه ادامه داشته باشه مردم قزه به آرامش نرسن آتش بس نشه یمنی ها ولکن ماجرا نیستن و این داستان ادامه داره یک ماه بعد دو ماه بعد شش ماه بعد هر چقدر که اینا در آتش بس تعلل کنن به ضرر خودشونه چون هم اقتصادشون داره لطمه میبینه هم روح و روان اسکاتیلیا داره به هم میریزه شهروندانشون که اووردن اونجا ساکن کردن شهرک سازی کردن نمیدونم جمعیتشون رو از کل دنیا فرا خوندن اووردن اونجا تجمی کردن اما کم کم داره این مهاجرت معکوس شکل میگیره کم کم که میگیم یعنی شش ماه شکل گرفته ها اما دیگه وقتی خالی از سکنه بشه دیگه برای چی میخوان ادامه بدن پس منطقی و اقلانیش اینه که اسقاطیلا تن به آتش بس بدن اونم با شرایط حماس چون دیگه یه ماه و دو ماه اول جنگ نیست دیگه حماس چیزی برای از دست دادن نداره مردم غزه چیزی برای از دست دادن ندارن شما سرزمینشو با خاک یکسان کردی حالا چه امتیازی بخوای ازش بگیری کسایی که چندین ماه تو این وضعیت دارن زندگی میکنن یه مرگ یه بار شیون یه بار یه چیزی برای از دست دادن نداره که تو بخوای فشار بیاری یه امتیازی بگیری الان باید امتیاز بدی و من معتقدم که اسقاطیلی امتیاز رو خواهند داد و به سمت آتش بس باید برن منطقی و عقلانیش اینه مگر اینکه بخوان ادامه پیدا بکنه در جپه شمالی و درگیری با حزب الله که اونجا عرض کردم اوضاع خیلی متفاوت تر از چیزی هست که ما تو غزه شاهد بودیم ولی امیدوار هستم جپه مقاومت اینها رو بدنامتر و رسواتر از قبل خواهند کرد و به زودی خبرهای خوبی رو خواهید شنید یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون